میخواستم بپرسم آقا میاد؟ عقد میکنیم یا نه؟ آقا ملک، یه کاری بکن. هر چقدرم که پول لازم باشه اصلا برام مهم نیست، فقط نباید این پرونده گزارش بشه. اگه پرونده گزارش بشه هر دومون توی درد سر میفتیم. آره من شلیک کرده بودم، اما به خاطر دفاع از خودم بود، چون اول اون به من حمله کرد. آره فقط شما به جناب سرهنگ بگین که یه حکم کنم. متوجه نیستی که من وزیرم؟ چرا متوجه؟ حالا میخواین با احترام بیرون برین یا نه؟ شده. دیگه عقد نمی کنی واسه چند روز؟ اون وجاهت رو به قتل رسونده دختر، به این زودی ها بر نمی گرده. برو لباستو عوض کن، این سر و وضعتو درست کن، برو بشم دیگه دختر، برو دیگه. میگه که من بهش خیانت کردم، حتما میگه من خاطراتشو فراموش کردم. اون میگه به خاطر حفظ جونتو حتی از این دنیا رفتم. وای خدای من بهش خیانت کردم، خدای من به شخصیم خیانت کردم. الان بهش چه جوابی بدم؟ نه خیر دختر. وای آقا شازیم، وای آسیه، آقا شازیم خیلی دوست داشته، خیلی. اون همه چیو میدونه، خدا تو رو نجات داده. وای من چی کار کردم؟ من بهش خیانت کردم. تو هیچ کاری نکردی، تو هیچ کاری نکردی. من به آقا شازیم چه جوابی بدم؟ من بهش چه جوابی بدم؟ جوابی ازت نمیخواد. آروم باش. آقا شازی منو نمیبخشه، اون منو نمیبخشه. پاشو اینجوری نکن دیگه، آروم باش دختر. آفر من بهش خیانت کردم، به آقا شازی خیانت کردم. بیبی منو نجات بده، من هیچ تقصیری ندارم، من وجاهتو نکشتم. اون همونطوری مرد که داداش اورنگ با اسلحه خودش کشته شده بود. مبشر هیچ تقصیری نداشت، همونطورم من تقصیری ندارم، من اونو نکشتم. بیبی باشه، واسه یه لحظه فرض میکنم که تو وجاهت رو نکشتی، اما شاهزیب رو تو کشتی، مگه نه؟ نخیر، این چه حرفیه که میزنی بیبی؟ من چطور میتونم داداش خودم رو بکشم؟ بیبی قسم میخورم من شاهزیب رو نکشتم. با دایی حرف بزن، باش حرف بزن.
منو از اینجا بیار بیرون. کجا میری؟ برم لباسمو عوض کنم. واسه اون قتلی که آسیه از دست آقا جهان راحت شد، آبجی سکینه مقتول با منم نسبتی داشت، امروز آزادی منه. یه قتل امروز دو زن رو نجات داد. آسیه رو از آقا جهان و منو از آقا وجاهت. چقدر عجیبه نه سکینه؟ امروز یه بار دیگه من بیوه شدم. از امروز من دیگه ناراحت نیستم، اصلا هم ناراحت نیستم. من امروز حس میکنم که انگار یه بار دیگه متولد شدم. کجا بدونم؟ هرچی بشه بدتر از چیزی که شده نمیشه. بابا نباید با هم به اونطوری رفتار میکرد. آخه توی این موضوع عمه بیچاره چه تقصیری داره؟ اون بیچاره که واسه تسلیت اومده بود، اما بابا نذاشت تا داخل بیاد. اونم خیلی چیزا نمیخواست، اما خوب شد. به خودت بیا آبجی، یه کاری کن. تو خیلی عاقلی و هر کاری میتونی انجام بدی. من دیوونه، من چی کار میتونم بکنم؟ اگه میتونستم 15 سال قبل به بابا میگفتم که با آقا جهان نه، میخوام با مبشر ازدواج کنم، حالا با بابا حرف بزن، ازش بخوای که با اونا صلح کنه. دیوانه شدی؟ تو نمیدونی داداش بزرگمون مرده؟ عروسی دختراشونو مثل مراسم تدفین و مراسم تدفین پسراشونو
مثل عروسی برگزار میکنن. اونا دلشون نمیسوزه. برای اونا جنگیدن راحت، ولی صلح کردن خیلی مشکله. آبجی دیگه نمیتونیم خونه ی عمه بریم. آخه من توی اون خونه کلی از خاطرات شازبو دارم. آبجی از اتاقش بوی خوشش میاد. بابا حتی نمیذاره توی اون قبرستونم بریم. دلم میخواد شازبو ببینم. همینطور مبشر رو دایی. جناب سرفان، جهان زیب داماد منه. اصلا ممکن نیست که اون پسر منو کشته باشه. وجاهت توسط گلوله خودش کشته شد. وکیل من برگه های ضمانتشو میاره. لطف کنین اینو آزاد کنین. ممنون میشم. درسته. بی بی دایی منو آزاد کرد. اما رفتارش خوب به نظر نمیرسه. با رفتارش حس میکنم میخواد با دست خودش منو مجازات کنه. آخه من چه کار میتونم بکنم؟ کجا برم؟ برم خارج از کشور؟ تو حواست به دایی هست نه؟ به آدماش هست درسته؟ از اشرف نجات پیدا میکنی، اما از من چطور جرأت میکنی نجات پیدا کنی؟ بیبی تو چی فکر کردی؟ من میذارم بری؟ من توی کلانتری بهت اعتماد کردم. اینو از اتاقت پیدا کردم. این مال توه نه؟ با این پسر منو کشته بودی ها؟ بگو. عقلمو از دست داده بودم. از این اعصابم خورد شده که آسیه زن عقدی من بودم. اما شاهزیب اونا فراری میده. دوستام، آدمای اطرافم
به هم عجیب نگاه میکردن. منم غیرتی شده بودم، میخواستم هر دوتاشونو بکشم. قسم میخورم آسیه رو واسه این بل کردم که اونو مجازات بدتر از مرگی بکن. اون عوضی به من خیانت کرد بیبی. بیبی شما خودتون این اجازه رو به من داده بود، شما خودتونم اون پسر رو کشتین که ناز و فراری داده بود. تصمیم زندگیم قرار دادی. یه پسرم قاتل، پسر دومم هم مقتول. مادر منصف، الان چه تصمیمی بگیرم؟ چطور میتونه بکشش؟ اون که داداش آقا شاهزیب. آسیه، جهانزیب داداش خودشو نکشته، اون عاشق تو رو کشته. جایی که حتی بدونه رضایتشون نباید نفس بکشی، اونجا شما دوتا عاشق هم شدی؟ نه آب جناس، اون نه، من شاهزی با کشتم، من کشتمش. من قسم میخورم نگه میدونستم چشممو از کاسه در میآوردم، نه اون به من نگاه میکرد و نه من به اون. من اگه میدونستم سنگ روی قلبم میذاشتم، نمیذاشتم عشقش توی دل من جوونه بزنه. اون کسی رو نکشته، من کشتمش. من آقا شاهزیبو کشتم، من آقا شاهزیبو کشتم، من شاهزیبو کشتم. اون کسی رو نکشته، من آقا شاهزیبو کشتم. من متوجه نمیشم آسیه، غم من بزرگه یا غم تو؟ قاتل و مقتول با هر دوتامون نسبت داشت. داداش من و عاشق. نه خیر، آقا شاسه با کسی نکشته، من کشتمه. من آقا شاهزیب رو کشتم، من آقا شاهزیب رو کشتم، من کشتم عجب جناس. ساکت باش آسیه، ساکت باش، گرگه نکن، گرگه نکن عزیزم، گرگه نکن. چرا منو صدا زدی؟ با دایی حرف بزن، میخواد شورا رو برگزار کنه، خودش میخواد مجازاتم کنه. بهش بفهمون که من وجاهتو نکشته بودم، اون اومده بود که منو بکشه.
هر دو شلیک کردیم و توسط گلوله خودش کشته شد. مبشر رو که تو باعث شدی از بین بره. مبشر رو من نکشتم. که اینطور؟ شاهزیب چی؟ اونم حتما اومده بود تو رو بکشه. اسلحه شلیک شد و به اون برخورد کرد. آقا این حرف شماست. توی شورا که بخواین بگین که عمدن داداش به جهتم رو نکشتین، خب کی میتونه به حرفای شما اعتماد کنه؟ من میتونم قسم بخورم. به کی قسم میخوری؟ مگه کسی هم برات مونده که خیلی برات عزیز باشه؟ از من که قبلا متنفر شدی، داداشت هم که با دست خودت کشتی، و عمه اون که هیچ ارزش و احترامی برات نداره که قبلا براش قائل بودی. به جون آسی قسم بخور. نه خیر، اون که زلیخا، نه آقا، من همیشه تو رو جلوی خودم قدرتمند دیدم. هر چیزی رو میتونم ببینم، ولی اینطوری نمیتونم ببینمت. من با بابام حرف میزنم. من همه ی عمر مدیونه تلاشمو میکنم، ولی قول نمیدم. بخشش اون جای بخشش نذاشته، اون پسرمو کشته. اگه همه ی دنیا رو هم به هم بده، من نمیتونم اونو ببخشم. من حساب قطره قطره ی خونشو ازش میگیرم دخترم. پس تو چرا دیدنش رفتی؟ هرچی که باشه اون هنوزم شوهرمه. منو صدا زده بود، باید میرفتم دیگه. اون پسر منو کشته، من باید مراعات پیوندمونو بکنم. مگه تو ندیدی؟ نذاشتم حتی بی داخل این خونه بمونه. ما دیگه با اونا هیچ نسبتی نداریم. تمام. بازم فکر کن بابا جون، به خاطر انصاف و عدالت به پسرت، در حق دخترت بی انصافی نکن.
کم سن و سال بودم که با آقا بشارت ازدواج کردم. توی این خونه همیشه برای خودم بازی میکردم، همه روز رو بازی میکردم. 5 تا خدمتکار دورو برم بودن. خیلی به زیبایی مغرور بودم. اما یه روز اون عوضی به اتاقم اومد. کی؟ بشارت. قبل از ازدواجم اون عوضی به من بهش التماس کردم، خواهش کردم، اما همه ی مرد همینطوری هم. بخوان مردونیگشون رو نشون بدن، به آبروی دختر حمله می کنن. اما شاهزیبم اینطوری نبود. به زن احترام میذاشت. او سرمو بلند کرد. هیچ وقت مثل باباش نشد. یه فرزندم صالح از آب در اومد. شاهزی به من بیبی، پلیس اومدن دم در کارتون دارم. باشه میام. چشم بی بی. خودتون میدونین بی بی، من قاتل آقا شاهسیب و فقط به خاطر شما دستگیرش نکرده بودم. اما اینجا چه رسمیه؟ از یه طرف من میام قاتل رو دستگیر میکنم و از طرف دیگه خانواده مقتول میان اون آزاد میکنن تا که خودشون قاتل پسرشون رو قصاص کنن. اینجا قاتل و مقتول هر دوتا از خانواده های بزرگیه. به من بگین که اگه من آقا جهانو دستگیر بکنم شما نمیاین آزادش کنین؟ میتونی به من زمان بدی؟ شما چی میخواین؟ خودم هم نمیدونم چی میخوام. دوتا پسرم رو از دست دادم. واسه از دست دادن سومیش میخوام یکم فکر کنم. باشه بیبی، من چند روز دیگه هم منتظر میمونم، اما دیگه لطفا بیشتر نشه. ازتون یه خواهش دارم. بگو. دفعه بعد که بیام یا بذارین آقا جهان رو دستگیر کنم یا با زور با خودم میبرمش، چون در هر صورت آقا جهان به هر حال آقا جهان یه روز دستگیر میشه.
خداحافظ. دیدی؟ دیدی چطور یواشکی نگات میکرد ها؟ از کی حرف میزنی؟ همون که با کس دیگه ای حرف میزنه اما به تو نگاه میکنه. همون اسمش چیه؟ اون آقا پلیسه؟ اسمش چی بود؟ آها، اسد. آقا اسد، اسد. همون همش بهت نگاه های عاشقانه میدازه. خاله، این آبو رود خالی میکنم ها. من که خیلی ازش خوشم میاد. خب خودت باهاش ازدواج کن. برای من که مثل پسرمه. پسر منم حتما اینقدر بزرگ شده. اگه خونم می بودم الان براش سن می گرفتم. من دلم می خواد تو هم با این پسر ازدواج کنی عزیزم. از این حرفا نزن خاله. من نمی خوام از اینجا برم. من نمی خوام ازدواج کنم. خاطرات آقا شاهزیب برای باقی عمر من کافیه. پس دیگه از این حرفا نزن. از من که گذشت. من دیگه با کفن از این خونه میرم بیرون. اما دلم میخواد تو از این خونه با لباس عروسی بری. میخوام ببینم تو هم سر و سامون بگیری. یه لحظه صبر کن جنت بیبی. قبل از نشستن روی صندلی عدالت اول به سوال من جواب بده. مادر یک قاتل چطور میتونه به مقتول سخت نگیره؟ تصمیمش میتونه منصفانه باشه؟ من زمانی میتونم تصمیم تو رو قبول کنم که تو بگی واقعا عدالت و انصاف رو رعایت میکنی. شما بگین دوستان، آیا من درست میگم یا اشتباه میگم؟ بیبی چی شد بیبی؟ بیبی چی شد؟ حالت خوبه؟ بابا جون
یه سوال بپرسم؟ بپرس دخترم. اگه فرض مثال دوتاش به جهت آقا جهانو میکشت، توی شورا شما تصمیم میگرفتین یا عمه؟ معلومه که بی تصمیم میگرفت. آخرین پسر عمه هم میمرد دیگه. شما چی فکر میکنین؟ اون برای داداش به جهت چه حکمی صادر میکرد؟ من از کجا بدونم؟ حتما حکمش سنگین بود. شما برای نجات دادن وجاهت پیش همه خواهش و التماس میکردین؟ دست رو دلتون بذارین و بگیم بابا. میکردم، حتما میکردم. شاید طلب بخشش نمیکردم، اما التماس چرا؟ ولی شما چرا به همه فرصت ندادین؟ از دم در فرستادینش. هرچی هم که شده آخه تقصیر عمه چی بوده؟ اون هیچ وقت نمیخواست اینطوری بشه. دخترم شاید تو درست بگی، اما پسر منم مرده. دل من داره میسوزه. نه، چرا برای کرسی شورا لج کردیم بابا جون؟ فردا اگه شفیق یکی رو بکشه و خانواده مقتول بخواد کرسی شورا رو مطالبه کنه و بر علیه شما تصمیم بگیره، اون وقت چی کار میکنین؟ اون وقت یه کاریش میکنیم. آخه چرا الان این حرفا رو میزنی؟ منو گیج نکن. نه بابا جون، اصلا آقا جهانو نه، ولی خواهرزادتون رو میتونیم ببخشین. باشه خواهرزادتون رو نه، ولی شوهر دخترتون رو که میتونیم ببخشین. پیشتون التماس میکنم. نمیبخشم، نمیتونم خواهرزادم و نه شوهر دخترم رو ببخشم. دارایی، پول، هر چی که میخواد همه رو بهش میده. بگو بر علیه من تصمیم، بگو بر علیه من تصمیمی نگیره، خواهش میده. من تو رو خیلی دوست داشتم. من دیگه امیدوار بودن و رها کردم. تو هم به این امیدوار نباش که بابام بخواد تو رو ببخشه. زلیخا با من این کارو نکن. شورا برگزار میشه، تو هم مجازات میشی. خواهش میکنم زلیخا، منو ببخش آقا. نمیتونم برات هیچ کاری بکنم. زلیخا، زلیخا حرفمو گوش کن. زلیخا خواهش میکنم، زلیخا به دایی بگو منو ببخشه. خدایا به دایی بگو منو ببخش. زلیخا خواهش.
دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.